ویدیو امشبمون راجع به مهاجرت پرستو صالحی و اتفاقات و حواشی که بعد از این مهاجرت اتفاق افتاده، از استوری و ویدیوی پرحاشیه و جنجالی که پرستو صالحی منتشر کرد تا قضیه کشف حجاب و آزادی‌هایی که پرستو صالحی دنبالشه. ویدیو امشب حتما ببینید، لایک و کامنت و سابسکرایب به کانال هم فراموش نشه. سلام رفقا، به کانال خودتون کانال زرد تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. خب احتمالاً همتون شایعات مهاجرت پرستو صالحی رو شنیدید و نمیدونید این مهاجرت واقعیت داره یا واقعیت نداره. قضیه از اینجا شروع شد که پرستو صالحی چند شب پیش یه دونه استوری گذاشت که یه عکس داخل هواپیما بود و این متن رو نوشته بود که گاهی برای بودن باید رفت. سخت بود دل کندن، خیلی سخت. که بعد از انتشار این استوری حواشی مهاجرت پرستو صالحی مطرح شد که و همه این شایعه رو مطرح کردن که پرستو صالحی هم مثل خیلی از بازیگران مهاجرت کرده و همین امروز فرداست که یه ویدیو از خودش منتشر بکنه و کشف حجاب بکنه. یه سری های دیگه هم احتمال پیوستن اون به شبکه های ماهواره‌ای رو مطرح کردن، ولی خب بالاخره پرستو صالحی اومدش و توی یه پست و یه استوری لینک کانال یوتیوبش رو قرار داد که گفتش که ویدیوی کامل همه اتفاقات و دلیل مهاجرتم رو توی کانال یوتیوبم قرار دادم که میتونید اونجا مراجعه بکنید و این قضیه گاهی برای بودن رفت رو براتون کامل اونجا توضیح دادم. توی پست آخر این استگرامش هم نوشت که گاهی برای بودن باید رفت، شرط ماندن سکوت بود و سکوت من مرگ منه. اگه دوست داشتید در کانال یوتیوبم دنبال کنید رفقا، عاشقتونم تا همیشه. آدرس لینک کانال یوتیوبش هم توی بایوگرافی پیجش قرار دادش. من مهاجرت کردم به خانواده‌ام و توی این مدت از چشمام معلومه به اندازه تمام سالهای عمرم که گریه نکرده بودم گریه کردم. توی این ویدیو مفصل حدوداً 10 دقیقه‌ای پرستو صالحی اول اومدش راجع به این صحبت کرد که توی زندگیش همیشه واقعیت براش مهم بوده و همیشه واقعیت زندگی خودش رو به مردم و طرفداراش گفته، که نمونش هم حضورش توی برنامه محصل احسان علی خانی بودش که اومد واقعیت زندگیش و اعتیاد پدرش و مشکلاتی که از بچگی تا الان داشته رو مطرح کردش و طرفدارش هم به خاطر همین روراستی و گفتن واقعیت ها بوده که دوستش داشتن. ولی توی یک سال اخیر انقدر به خاطر گفتن همین واقعیت‌ها رفته دادگاه و ازش تعهد و وثیقه و هزار تا چیز خواستن که واقعا خودش و مادرش و خانواده‌اش خسته شدن و چون نمیتونه نسبت به واقعیت‌ها و مشکلات جامعه سکوت بکنه، هر روز از سمت دادگاه‌های مختلف براش احضاریه میاد و میکشوننش دادگاه و ازش تعهد میگیرن و شرط موندنش تو ایران این بود که نسبت به همه چی سکوت بکنه و هیچی نگه که من آدم این کار نیستم، من اسطوره‌ام و الگوی زندگیم فریدون فرخزاده و من نمیتونم مثل خیلی ها به نسبت به مشکلات جامعه سکوت بکنم و چشمم رو روی واقعیت ببندم و واسه همین چیزا مهاجرت کردم و از ایران اومدم بیرون. من هیچ وقت آدم رفتن نبودم. شاید خیلی از بچگیشون آرزوی مهاجرت رو رفتن توی یک کشور خارجی و تحصیل کردن توی دانشگاه خارجی رو داشتن، ولی من هیچ وقت آدم رفتن نبودم و هیچ وقت دوست نداشتم که ایران رو ترک کنم و مهاجرت بکنم. هیچ وقت دغدغه من این لچک یا کلایی که سرم میذارم نیستش که به خاطر این پاشم مهاجرت بکنم و تا رسیدم اینجا کشف حجاب بکنم. و گفتش که منتظر اتفاق خاصی توی ظاهر و حجاب من نباشید، من همین شکلی جلوی دوربین ظاهر میشم. من هیچ وقت دغدغم لچک سرم و کلایی که مجبور باشم بذارم سرم نیست، نبوده و نخواهد بود. منتظر تغییر شکل و شمایل خاصی از من نباشید. تو زندگی شخص مادر ما عجب نیست، ولی اینجا خب این بود قضیه مهاجرت پرستو صالحی و صحبت‌هایی که بعد از مهاجرت داشتش. حتما نظرتون راجع به صحبت‌های پرستو صالحی توی بخش کامنت‌های این ویدیو قرار بدید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً از ما حمایت بکنید و با سابسکرایب کردن کانال و لایک این ویدیو و اشتراک گذاری اون به ما در تولید ویدیوهای بهتر کمک بکنید. همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. پیشنهاد میکنم یکی از این دو ویدیو رو هم تماشا کنید.